انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس یا عهد جدید به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد. زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد، ترجمه قدیم در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر، ترجمه شریف تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانیان بهره‌مند گردند. برای ترجمه عهد عتیق به فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. نامه اول پتروس رسول، فصل اول. از طرف پتروس رسول عیسی مسیح به قوم برگزیده خدا که در سرتاسر استانهای پونتوس و قلاتیه و کپودوکیه و آسیا و بتانیه پراکنده شدند. خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و آرامش برای شما روز افزون باد. سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است. تا روزی تمام برکات موعود را به دست آوریم. این برکات در عالم بالا، در جایی که خراب و ضایع نمی شود و از آب و رنگ نمی افتد، برای شما نگاه داشته می شوند. و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیله ایمانتان حفظ خواهد نمود. این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی، شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش‌های سخت شوید. چنان که طلای فانی در آتش آزمایش می‌شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد. اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است، تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می‌کند، ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما بشود. با وجود این که تا به حال مسیح را ندیده اید، او را دوست دارید. و با اینکه اکنون هم او را نمی بینید، به او ایمان دارید. و با شادی عظیم و پرشکوه که غیر قابل توصیف است، شادمان هستید. و نتیجه نهایی ایمان شما این خواهد بود که جانهای خود را نجات می دهید. در خصوص این نجات، پیامبران نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیق عمیق درباره آن نمودند. وقتی روح مسیح که در آنها بود درباره زحماتی که مسیح میبایست متحمل شود و جلالی که به دنبال آن خواهد آمد پیشگویی کرد، آنها سعی میکردند بدانند که زمان وقوع آن کی خواهد بود و چگونه خواهد آمد. اما آنها فقط به این حقیقت پی بردند که مأموریت آنان به خاطر خودشان نبود، بلکه برای شما بوده است
کسانی که بشارت انجیل را به شما دادن با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شده است، این حقایق را به شما گفتن. حقایقی که حتی فرشتگان آرزوی درک آنها را دارند. پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید، در انتظار آن فیضی که در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما خواهد شد، با امید به سر برید. مثل فرزندانی که مطیع خدا هستند، نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشته شما مربوط است، زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهند. بلکه چنان که خدایی که شما را خوانده است پاک است، شما نیز در تمام رفتارتان پاک باشید، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید شما باید پاک باشید، زیرا من پاک هستم. شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می‌کنید که بدون هیچ گونه تبعیضی همه را فردن فرد مطابق اعمالشان داوری خواهد کرد. بنابراین شما باید بقیه عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی بگذرانید. فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهوده زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح آزاد شدید. خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معین فرمود، ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است. شما به وسیله مسیح به خدا ایمان دارید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما به خدا متکی باشد. اکنون چون از حقیقت اطاعت می کنید، جانهای خود را پاک و منزه ساخته اید. می توانید یکدیگر را صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید. پس یکدیگر را از دل و جان دوست بدارید. این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و جاویدان تولد تازه یافته اید. زیرا تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف است. علف خشک می شود و گلش می ریزد، اما کلام خدا تا ابد باقی است و این کلام همان پیامی است که به شما داده شده است.